این حکایت کوتاه از مصنوی معنوی و بعد از اون حرف اصلیش رو که درباره مسئله مهم جبر و اختیاره بشنوید. یک کسی توی باغ مردم رفته بود بالای درخت خرما. همون بالا خرما میخورد هم خوشه های خرما رو میریخ پایین که بعدا ببره واسه خودش. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمید کو چه میکنی؟ یارو گفت از باغ خدا بنده خدا گر خورد خورما که حق کردش عطا آمیانه چه ملامت میکنی بخل بر خان خداوند غنی یارو گفت من که بنده خدا دارم از باغ خدا خرمایی رو میخورم که اون رو هم خدا آفریده حالا تو اصلا چیکار داری این وسط به ما گیر دادی صاحب باغ به غلامش گفت برو اون تنابو و بیار با یه چوب تا اینو نشونش بدم پس بس ببستش سخت آندم بر درخت میزد او بر پشت و ساقش چوب سخت یارو رو با تناب بست و شروع کرد به زدنش یارو گفت ای بابا داری چیکار کار میکنی چرا میزنی کشتی ما رو و صاحب باغ گفت از چوب خدا این بنده میزند بر پشت دیگر بنده خش گفت اصلا تو چی کاره این وسط من که بنده خدام دارم با چوبی که مال خداست میزنم پشت یه بنده دیگه خدا و اون مرد که ایراد کارشو فهمید گفت توبه کردم از جبر ای ایار اختیار است اختیار است اختیار این که آدم مثل مرد این حکایت روی کردی جبری به جهان داشته باشه و خودشو در چنگال سرنوشت و تقدیر و قضا و قدر اسیر بدونه این آفتهای زیادی توی زندگی ایجاد میکنه که مولوی به کمک این حکایت کوتاه و بامزه دربارش حرف زده این مسئله رو ساده ازش نگذرید یکی از حالتهای کاربردیش رو میگم که احتمالا براتون آشناس این رویکرد جبری و اعتقاد بیش از حد به سرنوشت در ناخودآگاه و در پس زمینه ذهن خیلی از ماها رخنه کرده و وجود داره و وقتی میخوایم یه کار بزرگی بکنیم یا به یه هدف بزرگی برسیم و لازمه که برای رسیدن به اون هدف تلاش و کوشش زیادی بکنیم همین روی کرده جبری میاد و هزار جور تردید و ابهام و ترس تو دل آدم ایجاد میکنه و مانع از تلاش و کوشش میشه و در نتیجه مانع از این میشه که آدم به هدفش برسه من علی کیانی فلاورجانی هستم هر شنبه یکی از قصه ها و حکایت های ادبی رو به همراه مفهوم کاربردی و حرف سازندش توی این کانال شکوفایی منتشر میکنم حکایت های فرار از دست اسرائیل و هدهد و سلیمان هم درباره همین مثلا این حکایت ها رو هم توی کانال شکوفایی ببینید